سلام بر شما، به صفحه دو خوش آمدید. اعتراض به حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در فضای مجازی فراگیرترین اعتراض در نوع خود بود. هشتگ اعدام نکنید در اعتراض به اعدام این سه معترض آبان میلیون ها بار استفاده شد و صدها میلیون بار دیده شد. طیف های مختلف سیاسی و چهره های زیادی با این هشتگ همراه شدند. این در حالی بود که صبح همان روز دو زندانی کرد، دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله، با اتهام بمبگذاری در رژه 10 سال پیش نیروهای مسلح در مهاباد اعدام شدند. آنها این اتهامات را نپذیرفته بودند و سازمان‌های حقوق بشری هم می‌گویند پرونده‌شان پرابهام و دادگاهشان ناعادلانه بود. بعضی فعالان کرد معتقد بودند که هشتگ اعدام نکنید را باید خواند بعضی‌ها را اعدام نکنید، چرا که حساسیت عمومی در فضای فارسی زبان درباره سرنوشت زندانیان کرد و کلاً زندانیانی که اقلیت قومی هستند کمتر است. همزمان این نکته هم طرح شد که برای بسیاری از گروه‌های سیاسی بحث تمامیت ارضی اهمیت ویژه دارد و همین دست حکومت را باز گذاشته که بسیاری از فعالان اقلیت قومی را به عنوان تجزیه طلب محاکمه و آنها را حتی به گروه‌های مسلح مرتبط و محکوم به اعدام کند. چقدر این تصویر به واقعیت نزدیک است؟ کاوه آهنگری فعال سیاسی از بروکسل همراه ماست. آقای آهنگری فعال سیاسی کرد هستند و حجت کلاشی فعال سیاسی مشروطه‌خواه و ناسیونالیست. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای آهنگری، شما با این تصویر موافق هستید؟ آیا شما همچنین ارزیابی دارید؟ بله، اتفاقا این اولین بار هم نیست که ما یک نوع برخورد گزینشی هستیم به نفع یک طیف یا یک گروه سیاسی یا یک گروه زبانی یا یک گرایش سیاسی که متاسفانه نه از طریق مثلا بگیم حتما احزاب و سازمان‌های سیاسی مشخصی که بر فرض مثال حالا به حساب اتنیکی نیستن، بلکه از سوی روزنامه نگاران و رسانه‌های فارسی زبانی که حتی متعلق به دولت‌های آزاد و دموکراتیک هستند، مثل بی بی سی، مثل وی او ای، مثل رادیو فردا و فراتر از اون میدیا و رسانه‌های مستقلی. البته خب من نمی‌دونم واقعا بودجه اینها از کجا تامین میشه، ولی ظاهرا حالا مستقل هستن، مثل من و تو، مثل ایران اینترنشنال. یک گرایش کاملا گزینشی در پرداختن به نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و اینم یک بار و دو بار نیست، بلکه همیشه همین گونه بوده. آقای کلاشی، نظر شما درباره این موضوع چی؟ با درود به بینندگان گرامی و مهمان برنامه، من ابتدا این رو عرض بکنم که در ایران ما چیزی به نام اقلیت قومی نداریم. در ایران همه اکثریت هستن، همه مردم ایران متعلقن به نظام شهروندی ایران و در ایران اکثریت هستن. مسئله دوم اینه که به نظر من این حرکت نه به اعدامی که روی داد و تعداد بسیار زیادی از ایرانیان مشارکت کردن، حرکت بسیار بزرگی بود و به نظر من خیلی توصیه میکنم آقای کاوه آهنگری و دوستانشون سعی نکنن این موضوع رو با تبدیل کردن این مسئله به یک روح خاصی اون رو تقلیل بدن. این در وحدتی که به وجود اومده بخوان خللی ایجاد بکنن، بخوان یک شکافی ایجاد بکنن، این به نفع استبداده، به نفع جمهوری اسلامیه. ببینید، مسئله خیلی ساده است. مسئله اینه که این اعدام ها مربوط میشد به آبان ماه و اعتراضات مردم. کسی از اینها نپرسید که قومیت شما چی هستش، به کدوم زبان تعلق دارید، به کدوم منطقه ایران تعلق دارید، به کدوم شهر و به کدوم روستا تعلق داشتنشون مهم نبود. مهم این بود که این افراد به جامعه ایرانی تعلق داشتند و مربوط می‌شدند به اعتراضات و تظاهرات‌های آبان ماه. حکومت می‌خواست بگه من مانند همون اتفاقی که در دوره هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد، یعنی 4 نفر رو توی مشهد اعدام کردن به خاطر اعتراضات، می‌خواست بگه الان من میتونم اعدام بکنم و با این اعدام نشون بدم که هنوز ماشین سرکوب من کار می‌کنه و میتونم سرکوب بکنم و تا آخرین لحظه مشت آهنینم کار خواهد کرد. مردم هم می‌خواستن بگن که نه، ما جلوی مشت آهنی می‌ایستیم و پاسخ خواهیم داد. من فکر میکنم که باید منطق این اعتراض مردم در برابر مشت آهنین رو فهمید و این رو تقلیل ندیم به این که حالا متعلق بوده به یک گروه خاصی. مردم ایران به همه جای ایران به یک چشم نگاه میکنن و ما هم همین نگاه رو داریم به همه جای ایران و هر جایی ظلم و ستمی هست باید در برابرش ایستاد. آیا آهنگری میفرمایند که این اساساً کسی نپرسیده بود که این سه معترضی که در آبان اعتراض کرده بودند و محکوم شدند چه اقلیت قومی هستند؟ نه، ببینید، اولا ما اینو تقلیل ندادیم و خودم هم شخصا در این هشتگ اعدام نکنید شرکت کردم و برای من هم
نقض حقوق بشر در سراسر ایران و علیه هر گروه زبانی، مذهبی و حتی تو جنسیت مرد و زن یا دیگر باشان جنسی یا دیگر اندیشان به حساب مذهبی هم باشه، قطعا دفاع میکنیم و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. نقض حقوق بشر نقض حقوق بشره. اما آقای کلاشی ظاهرا متوجه نیستن که تبعیض در نظام جمهوری اسلامی قانونی است. یعنی شما در نظر بگیرید آقای کلاشی حتی قانون اساسی رو هم نخونده ظاهرا، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعیض مضاعف یا یک تبعیض کاملا آشکاری وجود داره. خب طبیعیه وقتی که قانون تبعیض آمیزه و تبعیض رسمیه در نظام جمهوری اسلامی، رفتار نسبت به این تبعیض هم عمل خواهد شد. مثلا وقتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک مذهبی یک زبانی رسمی است، طبعا هر کی شیعه اثناعشری نباشه غیر رسمی و محروم از یک سری مزایای حقوق شهروندی اون برابری که آقای کلاشی ازش صحبت میکنن خواهند شد. پس نوع رفتار و تعامل با این افراد غیر شیعه اثناعشری هم در تمام روند دادرسی و برخورد با افرادی که حالا مظنون هستن، متهم هستن، دستگیر میشن فرق میکنه. این یک موضوع. موضوع دیگه اینه که آیا این سه نفر که نباید اعدام بشن و کاملا محکومه، آیا آقای کلاشی و همفکراشون در رابطه با اون دو زندانی سیاسی کردی که اعدام شدن هیچ اقدامی کردن؟ هیچ تلاشی کردن؟ هیچ بیانیه‌ای دادن؟ هیچ حرکتی کردن؟ خب حالا ایشون میفرمایند که این تلاش همگانی، که بنده هم یکی از اعضای این تلاش همگانی بودم برای هشتگ اعدام نکنید، ایشون میفرمایید این حرکت یک مشت آهنینی بوده. آیا اعدام اون دو نفر نشانه چیه؟ نشانه مشت آهنین جمهوری اسلامی و تفوق قدرت جمهوری اسلامی بر مردمان ایران، یا در دیدگاه آقای کلاشی و همفکرانش اون دو نفر جزء شهروندان ایرانی و هموطنانش نیستن؟ اجازه بدین جواب بدن. پس آقای کلاشی میفرمایند که اون دو نفری که صبح اون روز اعدام شدن در کجای این معادلات قرار میگیرن؟ مردمی که تو شمال غرب و غرب ایران هستن، یعنی اروپای عزیز، گرفتار هستن بین ستم جمهوری اسلامی و گروه‌های چریکی چپ که اساساً فعالیت‌هاشون علیه ایران و موجودیت ایرانه. یعنی اگر این دو گروه رو باید دو لبه یه قیچی گذاشت و محاسبه کرد. به طور کلی اینکه ما رویکردمون نسبت به اعدام منفی هست که قابل بحث نیست، اصلا یه بحث مسلم و روشنی هستش. اما اینکه این دو گروه هم جلوی هم هستن، یعنی اون ستمی که بر علیه مردم قسمت کردستان وارد میشه، یکی از لبه هاش هم همین گروه های چپ و چریکی هستن که علیه ملت و ملیت ایران دارن فعالیت میکنن. آقای کاوه هنگره یکی از اعضای اون گروه هستن. اما در مورد بحث زبان برمیگردم به این موضوع و پاسخ کامل میدم. در مورد زبان و اینهایی که در مورد قانون اساسیشون میفرمایند، این باحث رو به این خاطر مطرح میکنن جناب آقای آهنگری که قانون اساسی رو خوندن ولی تاریخ رو نخوندن و نمیدونن که زبان فارسی زبان ملی و تاریخی همه مردمان ایران بوده و در کردستان هم قبل از جمهوری اسلامی، قبل از پهلوی و قبل از مشروطه، در زمان فتحعلی‌شاه و قبلش هم استفاده میشد، حتی در دیوان اردلان ها. بنابراین توصیه میکنم که قدم تاریخ کردستان رو بخونن. اما مسئله اینه که در مورد اعدام این دو نفر قابل بحث، قابل مقایسه با در مورد خود مسئله اعدام میگم، این ما باش مخالفیم. اما بحث این که آیا این اعدام این دو نفر با موضوع اعدام سه نفر قابل مقایسه است، قابل اتصال هستش؟ نه، قابل اتصال نیست. به خاطر اینکه این موضوع این سه نفر مربوط میشد به بحث اعتراضات همگانی که علیه جمهوری اسلامی بود. مسئله دو نفر مربوط میشد به چند سال پیش، مربوط میشد فکر کنم به سال 89 که در اون سال اینها رو متهم کردن به مبحث بمبگذاری. اینکه اینها بمبگذاری کردن یا نکردن برای ما مشخص نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دادرسی شفاف نداره. یعنی یک لبه قیچی جمهوری اسلامی. بحثی که مطرح میکنن بسیاری از فعالان حقوق بشر که در واقع اولویتشون اقوام ایرانی هستند، میگن که بسیاری از کسانی که متهم میشن در به عنوان در واقع از قومیت ها هستن و متهم میشن، با اتهامات اینچنینی روبرو میشن و معمولا متهم میشن به تجزیه طلبی، برای اینکه تجزیه طلبی چیزی هست که خیلی راحت حکومت ایران میتونه بفروشه به بسیاری از فعالان سیاسی در واقع طرفدار تمامیت ارضی. نه، چرا خانم سهیلا حجاب رو این کارو نکردن؟ خانم سهیلا حجاب هم اهل کرمانشاه هستن. اینطور نیستش. ببینید،
موزل کردستان فعالیت، یعنی در کنار جمهوری اسلامی دادرسی غیر شفافش، اینکه ما نمیدونیم چه جوری داره دادرسی میشه، یعنی شکل رسیدگی شکلش ایراد داره، در کنارش گروه های چپ و چریکی وجود دارن که علیه تمامیت ارضی ایران و موجودیت ایران دارن فعالیت و به نظر شما اونها باید مجازات بشن؟ قطعا باید مجازات بشن. ما بر سر تمامیت ارضیمون و وحدتمون و موجودیتمون که شوخی نداریم. ما اگه با جمهوری اسلامی هم مخالف هستیم به خاطر اینکه منافع ملی ما رو نمیتونه تضمین بکنه. هیچ کشوری، هیچ ملتی بر سر تمامیت ارضی و موجودیتش شوخی نداره. ما هم شوخی نداریم. اصلا با هیچ گروهی شوخی نداریم. و حتما باید برخورد بشه با اینها. اما باید عادلانه برخورد بشه. این دو نفر رو هم من نمیدونم که جرمشون چه بوده، چون بر من مکشوف نیستش. اما گروهای چریکی فعال در کردستان علنا دست به اسلحه بردن. مشششون مسلحانه هستش و ابایی هم ندارن از اینکه بگن که عملیات های مسلحانه انجام میدن. اجازه بدید آقای آهنگری پاسخ بده. آقای آهنگری، ببینید، در جملات آقای کلاشی تضاد و تناقض و یک واماندگی کاملا محرزی در رابطه با حقوق بشر. حقوق بشر یعنی اون چیزی که مندرجه در منشور حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقیش کاملا مشهوده. ایشون خیلی راحت در رابطه با اون دو نفر دیگه گیر میکنن، نمیگن که این باید نباید اعدام میشد. یعنی شما در نظر بگیرین حق استقلال طلبی، این یه حق استقلال طلبی وجود داره. شما حتی اگه در سطح کاملا مسالمت آمیزش در نظر بگیریم، این حق وجود داره، ولی کسی حق نداره کسی دیگری رو به خاطر استقلال طلبی اعدام بکنه. کلن ما معتقده به رفع مجازاتی، به حذف مجازاتی به نام اعدام هستیم. این یک مورد. مورد دوم این که ایشون میفرمایند که چرا خانم سهیلا حجاب همزبان بنده مثلا محکوم به اعدام نمیشه. ولی خانم سهیلا حجاب اصلا رشتش، کارش و فعالیتش چیزی دیگه از ربطی به احزاب سیاسی و تشکیلات سیاسی نداره. اینو نباید قاطی کرد. دوما اینکه ایشون، من در یک برنامه دیگه هم که با ایشون مناظره داشتم برایشون خیلی ساده توضیح دادم، ولی متاسفانه ایشون این مسئله رو متوجه نمیشن. در آرتیکل دوم بند چهارم سازمان منشور سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، به وضوح اومده که بحث تمامیت ارضی به رابط در بین دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل قابل تعریفه. شما هیچ سند حقوقی دیگری رو، هیچ تکس دیگری رو، یک خط رو هم نمیتونید در اسناد حقوقی جهانی پیدا بکنید که بیاد بر فرض مثال بحث تمامیت ارضی رو بین من و آقای کلاشی که من بوکانی هستم، ایشون اردبیلی هستن، یا من بوکانی یا یک تهرانی رو تعریف بکنه. این یک کچ اندیشی مرکزگرایی هست که فکر میکنن چه جمهوری اسلامیش، چه آقای کلاسی و کلاشی و همفکرانش، همه یک سنخن. این مرکزگرایی است. مرکزگرایان فکر میکنن با برچسب تجزیه طلبی یا تمامیت ارضی میتونن این مجازات رو مشروعیت بهش ببخشن، در صورتی که تمامیت ارضی بین ایران و ترکیه، بین ایران و عراق، بین ایران و افغانستان قابل تعریف طبق متون حقوقی. من کار به تفسیرهای شخصی ندارم. هیچ ایرانی حق نداره، هیچ ایرانی حق نداره رو به ایرانی دیگه بکنه و در رابطه با تمامیت ارضی صحبت بکنه، چون همه به اندازه همدیگه ایرانی هستن و به همه به اندازه. این که این فرد مثلا ای معتقد به مشروطه پادشاهی است، بی معتقد به فدرالیسم، جیم معتقد به جمهوری، اون یکی این اصلا یک کاملا یه بحث جداگانه از تمامیت ارضیه. اما نکته آخر، من اینجا از آقای کلاشی میخوام اگر واقعا سراغ دارن یک متن حقوقی، یک سند حقوقی رو به من معرفی بکنن و تا من حتما اینو تایید بکنم که در اونجا نوشته شده باشه که وقتی میگیم متن حقوقی باید معتبر باشه، نه متنی که خودشون نوشتن، که مشی مسلحانه، دفاع مسلحانه، مبارزه مسلحانه رو خلاف دموکراسی معرفی میکنه یا تعریف میکنه. شما یک مرجع، یک سند بیارید. نیست دوست من، هموطن من، نیست. شما مرکزگرا هستین، شما اسیر یک منتالیتی هستین که حدود 100 سال ایران رو امروز به اینجا رسونده، وگرنه نه دفاع مسلحانه در خلاف با دموکراسی و حقوق شهروندی و دموکراتیزاسیون ایرانه، و نه ما یک گروه چریکی هستیم. با اجازه شما شاید یک گروه اینترنتی رو بشه یک گروه اینترنتی تعریف کرد. ما یک حزبی هستیم که
در اولین انتخابات آزاد که بعد از انقلاب 79 برگزار شد 82% آرای مردم کردستان رو به دست آورد. من میخوام اینجا فقط تاکید بکنم بحث امروز ما بیشتر بحث حقوق بشری هست و در واقع تعریف حقوق بشر در دامنه در واقع ملی‌گرایی و اینکه چطور میشه آیا اقوام هم به اندازه هم در از این حقوق برابر برخوردار هستند یا نه و چقدر حساسیت و فعالیت حقوق بشری برای همه انجام میشه. آقای کلاشی اون چی که بر کدوم مبنا؟ مبنای شما قانون اساسی جمهوری اسلامی یا منشور حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقیش؟ من بر اساس قوانینی که همه در واقع گروه های سیاسی در ایران اون رو میپذیرند صحبت میکنم. ممکنه که مثلا شما به یک سری قوانینی اعتقاد داشته باشید گروه های دیگر نداشته باشند. ما میخوایم اینجا اون هم در واقع بحث ما همین تضادها هست، همون چیزی که شما رو در مقابل آقای کلاشی قرار میده و برعکس. من میخوام بدونم که آیا آقای کلاشی در این چارچوب در هم این تمامیت خواهی در واقع تمامیت ارضی حقوق بشر چطور تعریف میشه؟ آیا حقوق بشر متناقض هست با تمامیت ارضی یا نه؟ چون بسیاری از در واقع همین گروه هایی که شما بهشون میگید گروه های چپگرا نگران این تعریف هستن و میگن خیلی وقتها اینا در تقابل با هم قرار میگیرن. من عرض بکنم که چون آقای آهنگری چند بار تکرار کردن در مورد اعدام، من عرض بکنم که من با اعدام موافق نیستم، خیلی هم شفاف بکنم. خب بذارید اینجا این رو روشن بکنیم. بحث ما این هستش که اعدام رو به نظر میاد که هر دوی آقایون به نظرشون مجازات نادرستی است. در واقع راجع به مجازات صحبت میکنیم. این مجازات میتونه هر چیز دیگه ای باشه، زندان یا هر چیز دیگه. درست. من من الان در مورد پرسش شما یه بحثی هم بکنم که اردبیل مرکز نیست، ما تو شمال غربی هستیم، در مورد جغرافیا هم اشتباه کردم جناب آقای آهنگری. من تو بحث ما اینه که حقوق بشر اتفاقا تا زمانی که ما ملی فکر نکنیم نمیتونیم حقوق بشری هم فکر بکنیم. چرا؟ چون اتفاقا ما هستیم که میگیم همه اعضای ایران، همه ایرانیان با هم برابر هستند و ایران ملک مشاه همه ایرانیان هستش. اونهایی که فکر میکنن که ملیگرایی باعث شده که حقوق بشر و غیره پایمال بشه، اینها گروه های چریکه چپ هستن که یک زمانی از استالین فرمان می گرفتن، یعنی بنا به دستور استالین توی مهابات شکل گرفتن، ادامه اون هستن. وقتی ریشه یه گروهی برسه به استالین معلومه که چجوری در مورد حقوق بشر و آزادی ها فکر میکنه و بعد اینها با اسلحه میخوان حقوق شهروندی رو پیاده بکنن. آقای آهنگری میفرمایند که کجا اسلحه و مش چریکی و مشی مسلحانه با حرکت‌های دموکراسی و شهروندی مغایرت داره. خب مغایرت داره. شما چجوری می‌خوای در من شهروند وقتی اصلاً ندارم شما گروه چریکی هستم؟ خب چجوری می‌خوام من صحبت کنم آیه آهنگری؟ چون شما مباحث متعددی رو مطرح می‌کنید همش هم غلطه. خب فرصت هم نیست بیام از پاسخ بدم. بیشتر نپرسیدم. شما یک سند حقوقی بیارین که در اونجا درس شده باشه مبارزه مسلحانه خلاف حقوق بشره. مگه در مورد اینکه یه چیزی خلاف حقوق بشره باید متن نوشته بشه؟ اصلا خیلی مشخصه که در مورد دموکراسی و اصول دموکراسی اینه که یه گروهی نمیتونه اسلحه برداره علیه صندوق بخواد کار بکنه. کجا؟ نه. اینو کجا؟ البته آقای کلاشی من یه چیزی رو بگم اینجا، ما در مورد فقط گروهایی که مشی مسلحانه داریم دارن صحبت نمی‌کنیم. گروهای دیگری هم هستن، افرادی هستن که اصلا به هیچ گروهی متعلق نیستن، مشی مسلحانه هم نداشتن، ولی جمهوری اسلامی بسیاری از اینها رو با اتهامات مشابه میگه اینها مسلح بودن بدون اینکه در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شده باشن و اونها رو محکوم به اعدام میکنه. ببینید من نمیدونم، پرونده رو باید به طور مشخص مطرح کنیم ببینیم که کدوم هست. اما آقای آهنگری و بسیاری از گروه های دیگه به طور مشخص دارن میگن تجزیه طلب هستن. آقای آهنگری هم دارن بسته بندی میکنن به نام استقلال طلبی. نه، وحدت ملت ایران قابل شوخی نیست. من دارم صحبت نه آقای آهنگری چند لحظه بذارید آقای آهنگری صحبت کنم. من صحبت کنم لو اسلحه دستشون باشه میخوان چه کار بکنم؟ ببینید مسئله خیلی ساده است. مسئله اینه که عده‌ای در ایران میخوان مسئله استقلال طلبی یا تجزیه طلبی خودشون رو پیوند بزنن با مسئله حقوق بشری. همچون چیزی وجود نداره. حقوق بشر میگه همه ایرانیان از هر جای ایران باشن، از هر روستایی، از هر شهری با هم برابر هستن. درست. آقای کلاشی بذارید من یه سوال از شما بپرسم. این گروه های حقوق بشری هستن که میگن اتهام این دو نفری که صبح همون روز در واقع هشتگ اعدام نکنید اعدام شدند به هیچ وجه ثابت نشده بود، دادگاه عادلانه نبود، وکیل نداشت، این حرفایی است که گروه‌های حقوق بشری می‌زنند. چرا در مورد اونها به نظر شما اکثریت و در واقع قاطبه گروه‌های سیاسی در ایران یا خارج از ایران فعالیتی نکردند؟
این به خاطر اینه که همون گروه های چپ چریکی و مسلح مانع هستن. مردم ایران دنبال این نیستن که ایران تجزیه بشه. ملت ایران دنبال این هستن که یک حکومت مترقی و مدرن و قوی درست بکنه. این گروه های چریکی که اونجا هستن، افراد اونجا رو که خب به حق هم ناراضی هستن، ستم های زیادی هم کشیدن تو این مدت. ولی اونها از کجا میدونید که مرتبط بودن با چنین گروه هایی هستن؟ بود قبلا آقای پناهی که اعدام شدن، ایشون هم میگفتن که من وصل نیستم، ولی بعد معلوم شد عکسایی هم که بیرون اومد معلوم شد که اینا با گروه های چریکی وصل هستن یا گروه های مسلح. من با اعدام موافق نیستم، ولی میخوام عرض بکنم که میبایستی هموطنان کردمون، آذریمون، عرب، هر جایی که هست، تهرانیمون با گروه های چریکی و ضد ایرانی یک فاصله گذاری خیلی روشن و واضح رو بگذارن تا بشه با زبان بازتر و با خیال راحت‌تر از حقوق همه ایرانیان دفاع کرد. آقای آهنگری بفرمایید. بله، خیلی ممنون. من مجبورم فقط به تناقضات و اون اشکالاتی که در فرمایشات آقای کلاشی هست اشاره بکنم. اولا عرض کردم که مبارزه مسلحانه دیگه، شما هی دارین مسائل رو اشتباهی مطرح میکنید، برچسب میزنید و حتی دروغ میگین. معذرت میخوام که مجبورم اینجوری بگم که بالاخره من متوجه نشدم ما مسلح هستیم یا نیستیم. بعد شما میفرمایید اگه اینا اسلحه دستشون باشه دیگه چیکار میکنن؟ خب آقا طبق فرموده شما دیگه اسلحه دستمون هست دیگه، دیگه اینو چرا اگه رو میگین؟ خب حالا کار ندارم، برگردم به متناقضات فکری شما. میگین من فکر نمیکنم که بتونیم حقوق بشر، اگه ملی فکر نکنیم حقوق بشری فکر بکنیم. ببینید دوست عزیز، حقوق بشر دو وجه داره. یکی حقوق فردیه، حقوق بشر به عنوان ایندیویدیو که شامل اون سی ماده و اون کنوانسیون هاش. یکی حقوق کلکتیوه که شامل گروهیه، جمعیه. میگن مثلا پیروان این مذهب، مثلا اونایی که مثلا فلان زبانه هستن، یعنی هم مجموعه اونایی که به اون زبان دارن. به خاطر همینم اعلامیه جهانی زبان مادری به خاطر اون کاتاستروف و فاجعه‌ای که در هند پاکستان قبلا به حساب به وجود اومد، گفت به خاطر اون حقوق زبانی بود، یعنی حقوق جمعی بود. یک جمعی که به یک زبان به حساب تکلم می‌کردن این اعلامیه صادر شد. پس حقوق دو بچ داره، هم فردی داره، ایندیویدو داره، بشر داره، شهروندی که شما دارین بهش اشاره میکنین و اینجا کاملا با شما موافقم، همه با هم برابرن. دوم کلکتیوشه. پس ملی که شما دارین اینجا بهش اضافه میکنید یک برچسب شیادانه بیشتر نیست. از نظر شما شاید مثلا فرهنگی که شما بهش متعلق هستین ملی باشه، ولی از دید من ملی نیست. آقای آهنگری، آیا به نظر شما این توجیه میکنه فعالیت مسلحانه برای؟ نه، عرض کنیم بنده به شخصه آرزو می کردم که ایران مثل سوئد بود، مثل بلژیک بود، مثل بریتانیا بود. ما بیس، نه حتما این پیشرفت دموکراتیک رو داشتیم، حداقل بیس دموکراسی ای تو ایران بود. در این حالت وقتی که ما این نیمچه آزادی رو داریم دیگه نیازی به اسلحه نداریم. تو سوئد کدوم حزب مخالف، مثلا حزب مسلحیایی که الان کابینه رو تشکیل داده، یا در بلژیک میاد اسلحه به دست میگیره؟ چرا به دست نمیگیره؟ چون اولا هر نظر سیاسی داشته باشه اعدام نمیشه، کشته نمیشه. شما آقای کلاشی، شما چشمتون تو بستین بر واقعیات. هدایت عبدالله پور اصلا کسی میدونه که پروندهش چی توش بود؟ اصلا کی اعدام شد؟ اصلا وکیلش دونست که این چرا اعدام شد و کی اعدام شد؟ فرزاد کمانگر که یک معلم بودن، ایشون مسلح بودن که اعدام شدن؟ اصلا ما میدونیم که ایشون رو کجا دفن کردن؟ نه، جمهوری اسلامی در کل مخالف موجودیت هر مخالف خودش است، به ویژه اونهایی که متعلق به زبان و مذهب رسمی کشور نیستن، مثل کردها، مثل بلوچها. اینا رو خیلی راحت تر اعدام میکنه. نمونش هم همین الان که الان دیدیم دیگه، دو نفر خیلی راحت در بی سر و صدایی اعدام شدن، اون سه نفر دیگه رو حالا دوباره به بررسی گذاشتن که نباید اعدام بشن. اما در مورد این چریکی و به حساب ضد ایرانی، دوست من، شما دارین کاملا اشتباه میکنید. من عرض کردم، با رفرنس عرض کردم، ماده دوم چارتر سازمان ملل بند دو اونجا بحث تمامیت ارضی رو تعریف کرده. نه من، نه شما، نه هیچ کسی دیگه حق نداره از این تعریفی که تمام کشورهای عضو سازمان ملل قبولش کردن، امضاش کردن، بیایم تفسیر اشتباه بکنیم. پس تمامیت ارضی رو به طور کلی کنار بگذاریم. ما ایرانی هستیم، ما
اختلاف عقیده و حالا بینش سیاسی داریم، روش سیاسیمون با همدیگه تفاوت میکنه، ولی این هیچ ربطی به تمامیت ارضی نداره. این یک برچسبی که اگه از دست شما و دهن شما بگیرین، شما دیگه کلا خل اصلاح کیش مات میشین. پس اینو بذارین کنار، بیاین با همدیگه گفتگو بکنیم روی اینکه چگونه با هم در ایران زندگی کنیم. ربطی به تمامیت ارضی نداره. بعد این چریک و این نمیدونم ضد ملی و ضد ایرانی رو کلا بذارین کنار. بنده معتقد به دفاع مسلحانه هستم علیه رژیمی که مسلحانه با اسلحه داره شهروندان، همزبانان، هموطنان من را در هر کجای ایران بدون هیچ گونه دادگاه عادلانه، علنی، با هیئت منصفه، با حضور وکیل اعدام میکنه. اجازه بدید آقای آهنگری، فرصت کم هست. آقای کلاشی هم پرسید. رو مشروع میدونم. بله آقای کلاشی، یه دقیقه وقت دارید بفرمایید. ایشون توهین کردم اون تا من جواب نمیدم. در مورد اسلحه بحثم این بود که اگر در ایران اسلحه بردارید راه گفتگو رو میبندید همونطور که قبلا این کار رو انجام بدید. ببینید اینکه ایشون میفرمایند انگ نیست، این گروه یه سابقه تاریخی داره، یک تاریخ تولد داره و خودش رو به این سرمنش. ما در مورد این گروه البته صحبت نمیکنیم آقای کلاشی، ما کلا صحبت میکنیم در مورد بله این گروه های چریکی کردستان رو عرض میکنم. اینها خودشون سابقه دارن، خودشون رو به جمهوری مهاباد میرسونن، جمهوری که تحت لوای استالین شکل گرفت و در پی سودای تجزیه ایران بود. بنابراین اینکه این مسائل رو حقوق بشر و غیره اصلا امکان پذیر نیست. در مورد اینکه تمامیت ارضی و اینها هم آقای کلاشی اگه خیلی کوتاه بگی در مورد این گروه این رو میفهمید، در مورد کسانی که مثلا در بلوچستان به سرنوشت مشابهی دچار هستن، در خوزستان گروه های چریکی که وجود داشتن که با ریگی وابسته بودن دچار تضییقاتی شدن، ما بقیه اونها رو بسیارش رو پرونده اونها رو دوستان ما برداشتن. آقای سعید جلیلیان وکیل اونها بود از دوستان ملیگرای خودمون، حکم بسیار از اونها رو هم شکستن و تونستن که احکام بسیار خوبی براشون بگیرن و تونستن که یک روند عادلانه تری رو نسبتاً در مورد اونها جاری بکنن. بسیار هم پرونده های مهم و جدی بود. ما پیگیر حقوق همه ایرانیان هستیم، فکر میکنیم همه ایرانیان با هم برابر هستن و اجازه نمیدیم که ما بین ایرانیان خط بندی و خط کشی ایجاد بشه. بسیاری میخوان که ایرانیان رو به واحدهای جدا جدا تقسیم بکنن و یک هویت تنازعی درست بکنن. مشکل و مانع اونجاست. همونطور که جمهوری اسلامی مانع توسعه ایران هستش، همونطور که جمهوری اسلامی مانع وحدت و ترقی ما هستش، به همون شکل هم گروه های چریکی ضد ایرانی و چپ مانع توسعه ایران و ضد وحدت. وقت تموم شد. ممنونم از شما جناب آهنگری، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که بیننده برنامه صفحه 2 بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش. We'll be right back.